سلام و درود عزیزان بیننده و شنونده برنامه تکیه خانه. عزاداری همگان انشاءالله قبول و مقبول در جای حق باد. خوش آمدین یک بار دیگر در یک دیگر از برنامه های تکیه خانه. ما در غرب کابل هستیم در سقاخانه حضرت ابوالفضل عباس که خواستیم امشب مراسم عزاداری و مراسم سینه‌زنی را از اونجا بر شما عزیزان تحت کوشش قرار بدیم. از شما خوبان هم دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید. اصغر این طفل نازدانه نوری دیده من نوری دیده من تو را بس کجا پایزید نوری دیده من نوری دیده من اصغر این طفل نازدانه نوری دیده من نوری دیده من اصغر این طفل Let's go.
سلام خواری صاحب، خدمت شما انشاءالله خوب هستین. سلام و درود خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون راه فردا. فرا رسیدن عاشورای حسینی را محضر همه عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین و همه عاشورایان تسلیت عرض می دارم. سلامت باشین، ما هم خدمت شما را تسلیت داریم و ضمناً انشاءالله که عزاداریتان قبول مورد قبول حق قرار بگیره از همه ما و شما. قاری صاحب، در رابطه بایی بکنین که امسال شور و شوق مکتب عبدالله حسین چگونه هست؟ خدا را شکر و سپاسگزاری باید کرد که می بینیم تمام تکایا و مساجد و حسینیه ها را و برنامه های عزاداری که در هر کجای غرب کابل تا اکنون برگزار گردیده است، شور و شوق همه حسینیان، هم از مادران و خواهران و پدر مقامان و برادران، اطفال، کودکان، جوانان پرشور است. و جدا از این که کسی تبلیغات کنه از طریق دنیای مجازی، از طریق تلویزیون یا از طریق اطلاعیه، مردم و عزاداران امام حسین خودجوش، خودشان عاشقانه سهم میگیرند در مجالس حسینی که واقعا باعث خرسندی است و باعث خوشنودی روح مولا خواهد شد. بسیار خوب. قاری صاحب، شما امسال نوحه جدید هم داشتین برای عاشقان ابا عبدالله حسین؟ جان خدا قبول کنه، یکی دوتا داشتیم جانا. بسیار خوب. یک نوحه تان را که چند لحظه پیش شنیدیم و با لحجه عزارگی خودتان سروده بودین و کسی دیگه؟ جان گرچند این نوحه را پارسال هم خوانده بودیم و از طریق رسانه ها زیادتر البته اطلاع رسانی نشده بود، نخیر شعرش از دوستای دیگه بودن و حتی در اصل اشعار هزارگی از طرف ازاره های عزیز ما مقیم کویته پاکستان که بود، اونا سروده بودن. بعض جایش که ما خواستیم عامی‌تر بسازیم و کلانکاری را کردیم، امیدوارم که خدای نکرده اشتباهی از ما سر نزده باشه. خانی صاحب تشکر. به عنوان یک جوان، به عنوان یک جوان مداح، برای دعوت از سایر جوانها به مکتب ابا عبدالله حسین چه گفتنی دارید؟ خواهشم ای است از همه جوانان و نوجوانان که با وجودی که علاقمند هستین در مکتب امام حسین همیشه حاضر هستین و کوشش کنین که رفقایی که کاهلتر هستن و اینی کمرسی میکنه نسبتاً به شما، اونا را هم دستش گرفته بیارین که مکتب امام حسین نه تنها محرم یا عاشورا مختص عزاداری و گریه کردن است، بلکه مکتب فداکاری، مکتب ایثار، مکتب شجاعت، مکتب جوانمردی و ادب است که ما خیلی خیلی بزرگای ما، پدرای ما، اجداد ما از این مکتب آموخته و نسل در نسل انشاءالله ما شاگرد این مکتب باید باشه. انشاءالله. تشکر از شما. سپاسگزار است. Sing it out.
سلام بر شما، ایام ماه محرم تسلیت باشه. سلام علیکم، تسلیت به همه شیعان افغانستان، تمام شیعان جهان. تشکر، سلامت باشین. مجدی صاحب، با چهره شما، با صدای شما شاید عزیزان ما بیشترشون آشنایی داشته باشن. در مساجد و تکایا مداحی میکنین در ایام ماه محرم و ما خواستیم که در این برنامه تکیه خانه از شما مصاحبه هم داشته باشیم. میشه بگوین که چند سال از نوحه میخوانین؟ ما جوگا مدتی یک 10 سال میشه مداحی میکنم. 10 سال میشه؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. تنها در کابل مداحی میکنین یا جای دیگه؟ قبلا ما در ولایت بامیان ولسوالی پنجاب بودم. باز مدت یک 3 سال میشه که در کابل مداحی میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. بله. چه باعث شد خودت مداحی بکنی؟ والا ما بسیارم تک شوق علاقه خاص داشتم که مداحی کنم. بله. از کودکی حتما در مساجد زیاد علاقه داشتی، میرفتی در ایام عاشورا؟ بله، منطقه که بودم میشه وقت ماهای محرم که میشد میرفتیم تکیه خانه، میشه بازمی تو شوق داشتم، علاقه داشتم که مداحی کنم، نوحه سرایی کنم. هم تو کم کم همون تو یک روز در سه دل یک دل که نوحه خواندم باز سیار بلرز ترس. بله. خواه اشتکی بود دیگه، خیلی خورد بودیم. باز بعد از او دوستا و همین کسایی که در منطقه بودن، همین برادرها و پدر تشویق کردن بسیار زیاد. بعد از او تو به نوحه سرایی ادامه داد. بسیار خوب. در این سالهایی که در کابل میای مداحی میکنی، نوحه میخوانی خودت، نوحه‌هایی که میخوانی بیشتر از خودت هست یا از کسای دیگه هستن؟ بیشترین نوحه‌های من خو از خودم نیست و همون تو تازه نوهای جدید جدید ما جور کردیم و میخونم.
امسال چند تا نوحه جدید داشتید؟ امسال 3 تا. بله. با کمپوزای مختلف بود. انشاءالله که خداوند قبول بکنه عزاداری شما را که از راه دور از ولایت زیبای بامیان مین در اینجا مداهی میکنین و نوحه سرایی میکنین، خداوند از همه ما شما قبول بکنه. قبول حق باشه انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. تشکر شما. Come.
سلام بر شما، عزاداریتان انشاءالله قبول باشه. قبول حق باشه، بزرگوار خدا قبول باشه. تشکر. کاکا جان میشه خود معرفی کنید؟ سفر محمد امیری اسم، باشنده دشت برسی، یکی از فراشان. بسیار خوب، بسیار. چطور است نظم و انضباط در سقاخانه ها چطور است؟ خوب است فضل خدا، با امید خدا از این کده بهتر میشه. انشاءالله. خودم 45 سال است که هم زمین را زنجیر میزنم، هم سینه میزنم. ماشاءالله، ماشاءالله. چطور است شور و شوق و جوانان چطور است؟ از این کده بهتر میشه با امید خدا. با امید خدا. با امید خدا سال به سال بهتر میشه، اگر زندگی امان دار. بهتر شده نمیره، بهتر شده میره انشاءالله. در این مدتی که خودت فراشی میکنی در سقاخانه ها، در مساجد تکایا، چی تفاوت های را احساس میکنی هر سال؟ هر سال بهتر شده رفته، مجلس گرم شده رفته، جوانان شور الهله زیاد شده رفته. پر سال دیدن در عبالفضل آقا چی رقم تقدنی شد که در تاریخ تا بالا رقم تقدنی نشده، این سال هم همچنان. چه گفتنی دارین برای جوانا بخصوص؟ جوانان من دیگه یعنی را تعقیب کنن، رای عبالفضل آقا رای امام حسین است. انشاءالله، قبول باشه. قبول حق باشه. تشکر. Oh.
سلام خدمت شما، ایام ماه محرم تسلیت باشد. سلامت باشیم، خداوند عزاداری را از همگی ما و شما به کرمش قبول بگردانه و انشاءالله این محرم محرم آخر ما قرار نگیره، انشاءالله که محرم خوب داشته. سلامت باشیم، تشکر. میشه یک معرفی از شما داشته باشیم در نخست؟ من کربلایی سید یحیی حسینی هستم، لسانس حقوق هستم و در ازم مداح هم. بسیار خوب، بسیار خوب. آصف در رابطه با این بگوین که چند سال از مداحی میکنید؟ ما جناب محترم خدمت عرض شود که ما از شاید گفته بتانیم مداحی را خود از شاید از 8 سالگی 7 سالگی شروع کردیم و به شکل گسترده و که بسیار در مسجد ها خواندیم ما دیگه تقریبا یک 30 سال شده بود. بیشتر در کجاها مداحی کردیم؟ ما مداحی را که ما شروع کردیم چون منطقه دشت برچین، ایستگاه نقاش، مسجد ملا جان قنداری که مادر تمام مسجدها بود، قبلا هیچ مسجدی بودن ولی سینزن هم نداشتن، نوخان هم مداح هم نداشتن، از تمام مناطق همینجا جمع میشدن. ما مداحی را از مسجد ملا جان قنداری شروع کردیم. بسیار خوب، بسیار خوب. و فرزندان شما مانند شما میخواین که مداح باشن یا مداح هستن یا خیر؟ هستن. قبلا هم شاید شما فیلمش را گرفته بودیم به نام سید کمال، همینجا خواندن. سری کوچیک بود، 7 سال است. 7 سال است. اونم تقریبا 4 5 مسجد همیال میخوانن شاید کلیپاش. خیلی چی باعث شد که خودتون مداح شوین، مداحی بکنین؟ ما خدمت عرض شود که ما پدر ما که بود مداح بود، ملا بود، بزرگ منطقه ما سرچشمه میدان است دیگه. ما خانوادگی فضای مداحی در خانه ما بود. قبل از اینکه محرم شروع شود، 3 ماه پیش 4 ماه پیش در خانه ما محرم است. ما شعرهای ما تمرین میکنیم، طفلای خردسال ما هر نوحه‌ای که ما میخونیم، طفل خردسال ما دخترک ما 4 ساله است، عمو هم یاد دارم، بنگرکایی که ما میخونیم یاد دارم ما. خیلی تشکر از شما که با ما مصاحبه. شما زنده و سلامت باشید. شما عزیزتون باید تشکر شما. سلام. خاموش من بهار و باغم نور
تسلیت باد و عزاداری همگان قبول باشه انشاءالله. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.